درود، من پدرامیت هستم و من سگل هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو یا ما دو یار، چون دقیقا نمیدونیم کجا آپلود میشه. اینو میگیم آقا مهمون داریم امروز. آره، یه مهمون خوشتیب، هنرمند خوشقلب، دست به ساز، کار درست، پیروه اون داستانی که راجب رادیو جوان در اومده بود، که با اون دختر اسمش چی بود؟ خانم سارن که قراردادای بد میبنده، یا من خودم به شخص شاکی بودم، گفتم آقا دیسکریپشنش رو یه دیسکریپشن درست حسابی نمینویسه. نه آهنگساز پروژه رو، نه هیچ اسم و رسمی، اصلا هیچی. آره هیچی نمیزنه. ما یک شخصی رو که مهمون ما هست الان، سورپرایز میشید باهاش، آوردیم که شما از زبون ایشان بشنوید که رادیو جوان چه پدرسخت بازی کلن در میاره تو بیزنس، تو مارکت. فقط اشک این دختر در نمیورده. سلام میکنیم خدمت الارمین. سلام، مخلصم بچه، بالاخره دیدمتون. الارمین، ما یک دو تا ازش ریاکشن رفتیم، یه دونه از ترکاش الارمین توی سمت نوع من و تو پخش شد، ما هم ریاکشنش رو رفتیم. ساکن امریکا هست یاره الارمین؟ بله. کدوم ایالت؟ ایالت کالیفرنیا، تقریبا سنترالشه، وسط یا شهر کوچیکی از اونها فرزنو، یه شهر کوچولوه اون وسط کالیفرنیا. خیلی هم عالی، بهترین ایالتش دیگه، تلهیه. خواهی لارمین، یه خورده از خودت توضیح بده، یه بیوگرافی از خودت بده که بچه ها بشناسنه. من آرمین هستم، اسم هنریم ال آرمین هست و 25 سالمه، هرچند که اصلا به قیافم نمیاد. و اینکه من از سن 9 سالگی گیتار کلاسیک. آرمین هم بیشتر باشی. آره همین، ولی نیست، 25 سالمه واقعا. و اینکه از سن 9 سالگی من گیتار کلاسیکو شروع کردم، به مدت 3-4 سال کار کردم و بعد هم تقریبا گوشی ادامه دادم، تا اینکه سن 14-15 سالگی فلامینکو رو پیدا کردم و دیگه سبکم شد فلامینکو و بعد چند سالم شد تلفیقی. فلامینکو خیلی من بهش علاقه دارم، واقعا مال گیتار فلامینکو. بریم این ویدیو رو ببینیم از سارن عزیز که عشق این بچه رو در آوردن و قاطی کرده بود. بریم و برگردیم. الان فهمیدم که رادیو جواد چه بلایی سرم رو برده. بابا که فرزادم 10 سال بستی، رایت من رو گرفتی، اما میخوای الان بیام توی شهرت موزیک شاد بخش کنم؟ بابا کسافتی سی چی تو؟ نظر تو چیه راجع به این داستان الارمین، کلا رادیو جوان و مارکت موسیقی؟ ببین، من گلگی که کلا دارم که خیلی چیزه اینه که نه تنها رادیو جوان خب یکی از پلتفرمایی که بزرگه، یعنی همه میشناسن این پلتفرمو، یکی از بزرگتریناست و یکی از کسایی که بالاخره خیلی ادعاش هم هست. کلا مارکت خیلی خرابه، چون که تمام این پلتفرمای مختلفی که هستش، حالا یه مارکت تو ایران داریم، یه مارکت خارج از ایران، همه اینا از اون ناآگاهی مردم دارن استفاده میکنن و از اون طرف هم از سو استفاده میکنن. یعنی از ناآگاهیش دارن استفاده میکنن که برای خودشون دیگه بند وسطشون رو بندازن. خب و این مثلا چی میشه؟ بعد از اون طرف هم آرتیستایی که اونقدر هنوز خیلی پخته نشدن، خیلی هنوز آماتور هستن، هنوز نه صداشون خوبه نه فلان، نه همه اینا رو میارن استفاده میکنن، از ناآگاهی اونا هم با سوء استفاده میکنن و این قراردادا رو میذارن جلوشون. بعد مثلا قرارداد وقتی خب شما میاری مثلا میذاری جلوی نفر 14 صفحه فلان اینا هستش. خب برای مثال توی یه کشوری که من هستم، تو کشور آمریکا، همه میدونن که آقا قرارداد وقتی میذارن جلوت، شما باید با یه وکیل صحبت کنی، این قراردادو بذاری جلوش، وکیل اینو بخونه، کامل بریک داون کنه، آنالیز کنه و همه شرایطو به شما توضیح بده. چون قراردادا نمیان صراحتا بهت بگن که اوکی آقا فلان 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 اینو این کارو برای ما میکنی، نه، کلماتو باشون بازی میکنن، با جملات بازی میکنن، همین کارو میکنن. حالا ما کی داریم؟ ما دخترایی داریم مثلا توی ایران که خوانندن، که به خاطر این رژیمی که هست نمیتونن بخونن،
میدونید خستن، کلافن، اصلا اعصابشون به هم ریخته است، زیر فشارن و یهو از ایران میزنن بیرون، برای مثال میان ترکیه، میان خارج از ایران و فقط دوست دارن دیده بشن، شنیده بشن، اصلا توجهی ندارن به این شرایطی که قرار میگیرن توش. بعد یهو میفهمن که وقتی مثلا دقیقا سارن تو این شرایط افتاد، فهمید که اوه من اونقدی که فکر میکردم آزادی ندارم، اونطوری که فکر کردم نمیتونم هر کار دلم میخواد بکنم، فقط معروف شدم، الان معروف شدم و دیگه اون آزادی قبلو ندارم، هر کاری دوست دارم بکنم، هر جا دوست دارم برم، هر پستی که دوست دارم و بذارم نذارم، دیگه پستی که میذاری زیر نظر لباست، رفتارت، رفت و آمده، دیگه میشی آدم یکی دیگه در اومده. دقیقاً. و من مشکلی که کلن با این شرایط دارم همینه، نه فقط رادیو جوان و خیلی جای دیگه، حالا رادیو جوان جزئی از جاییه که من میدونم که خیلی سفت و سخت میگیرن این جریاناتو که من باش اوکی نیستم، چون آقا شما اگه میخوای اسپانسر هنر من بشی، هیچ نیازی نیستش که خود من و شخصیت من و هر کرد و کار من، فکر منو بخوای همطوری شکل بدی به اون شکلی میخواد. هیچ وقت هیچ جا نگفته که اگه شما میخوای از نظر فاینانشلی یا مثلا پولی ساپورت بکنی کسی رو، در این حال بعد افکارش رو مد نظر داشته باشی، اگه دوست نداشته باشی بهشون بگی که فلان، اگه اینطوری باشه اونطوری. کلن این هیچ وقت تو کت من نرفته و هیچ وقت هم نمیره، چون آقا ما بالاخره هممون انسانیم، هممون یه دیدگاهی داریم نسبت به بعضی از مسائل، هم بالاخره زندگی بیرون از این زندگی هنریمون داریم، اصلا اینا نباید به هم دیگه ربط داشته باشه، این اصلا منطقی نیستش که اوکی من زیر این قرار دادم نمیتونم حرف بزنم در مورد چیز، چرا نمیتونی؟ میدونی؟ ما هم یه قرارداد توی ایران بسته بودیم، البته نه با رادیو جوان، توی ایران با یک شخصی که حالا بعدم فهمیدیم که تو سیستم بود و اینا، بعدش ما فهمیدیم که مجبور شدیم خروج بزنیم از ایران. کلا قرارداد داداش چیز بدی، با بهترین آدم هم قرارداد ببندی که اون بخواد مسئولیت پخش و نمیدونم معروفیت و کاراتو بکنه، باز به خنسی میخوره. من امروز روز به این نتیجه رسیدم که آقا اگر تو استعدادتو داشته باشی، توانگری تو داشته باشی، به اندازه کافی پلتفرم هست که تو دیده بشی. یوتیوب هست، اینستاگرام هست، خیلی از خواننده‌هایی که مثلا دلو مگه اسپانسری چیزی داشت، نمونهش میخوام بگم، حالا بچه‌ها دلو رو میشناسن و امثال هم، استعدادشو داشته باشی میدرخشی، حتی نیاز نداره تو بری استودیو، یه وقت میبینی یه دونه ترکی مثل شروین برای اگه استودیو جایی رفت، یه دونه میکروفون داشت با یه موبایل گذاشت جلوش و داره میره واسه گرمی، انقدر معروف شده. دقیقا. و یه بخش دیگه مهم این داستان که نه تنها ربطی به استعداد نداره، شانسه. قبول داری اینو؟ خیلی قبول دارم اینو. شانس خیلی دخیله. کلا من میگم آقا بازی زندگی مثل شطرنج نیستش که تو خیلی بتونی پیش بینی کنی و درست بازی کنی تا برنده شی. دقیقاً. بازی زندگی مثل بازی تخت نرده، یعنی تو هر چقدرم خوب بازی کنی 50% به تاس برمیگرده. یعنی باید تاست هم خوش بشینه تا پیشرفت کنی تو هر کاری، نه فقط تو موسیقی، تو زندگی من دارم میگم. دقیقاً. مثلا تو میخوای ازدواج کنی، میری جلو 50% خودتی، حالا آنالیز میکنی طرف و شرایط رو سبک سنگی میکنی، ولی 50% هم اون وسط حالا بابایه یا مامانه کاری نکنه، سنگین اندازه خودش خوب در بیاد، همیشه این هست. خب سوالاتی یه خورده سوال بپرسیم، کی رفتی تو چیز امریکا، یعنی کی از ایران خروج زدی؟ من 13 سالم بود دیگه، 12 سالم بود، 13 سالم میشد که پدرم خب اینجا سیتیزن بود، اینجا زندگی میکرد و اینا، من ایران بودم. بعد دیگه شرایط دیدم شرایط ایران، چون با توجه به اینکه خب ما اقلیت دینی هم هستیم خیلی شرایط خوبی نداشتیم، یعنی هیچکی آینده خاصی درسته همه ایرانی‌ها خیلی آینده ندارن، جوونا ما خیلی آینده واقعا نداریم، چون نمیتونیم شغلی داشته باشیم، نه دانشگاه میتونیم بریم، مسلمان شیعه فقط باید باشی تو ایران تا بتونی زنده بمونی. دقیقاً. همین خب دیگه دیدم که به درد نمیخوره واقعا. من مادرم هم هنوز ایرانه، 8 9 سالی هم هست ندیدمش، ولی خب بالاخره دیگه مجبور شدیم که اینا رو تحمل کنیم که خورده آینده خودمون رو بسازیم. خیلی خب پس اینجوری بوده. نکته دیگه ای که برگردیم به رادیو جوان، میخوای تجربه تو ریز بگی که چی شد،
چقدر هزینه کردی برای رادیو جوان، این وسط چه معاملاتی شد نشد، اگه دوست داری میتونی توضیح بدی. اگرم حالا حتما من با یکی از تهیه کننده های رادیو جوان، که یعنی تهیه کننده رادیو جوان نبوده، یه تهیه کننده ای که با رادیو جوان کار میکنه، من با ایشون کانکت شدم و به وسیله یکی از دوستان باشون کانکت شدم و صحبت کردیم. گفتیم که من موقع 23 سالم بود صحبت کردیم، و من قبل از اون کلا اصلا من کلا تو فاز منیجر داشتن و نمیدونم زیر قرارداد رفتن و این طور چیزا اصلا نیستم به هیچ شکل، ولی صحبت کردیم گفتیم که اوکی آقا ما چند تا کار با هم دیگه میکنیم، ببینیم که کجا میره، به چه شکلی میره، ببینیم فضاها با هم دیگه میخوره یا نه. و بعد از دو تا کار من به نتیجه رسیدم که خیلی یعنی مطمئن تر شدم از راه خودم تو راه موسیقی و فهمیدم که خب خیلی راهامون به هم نمیخوره. به همین دلیل من خواستم که دیگه کار نکنم باشون، که اونا هم گفتن خب اوکی اگه میخوای کار نکنی باید تصفیه حساب کنی. و برای دوتا کاری که ما دادیم بیرون یه مبلغ زیادی رو گرفتن، که حالا دوست ندارم بگم حقیقتش، ولی خب یه مبلغ زیادی بود برای منی که حالا 23 سالم و کارم شغلم فول تایم میوزیکه، واقعا سنگین بود تو اون مدت. و اینکه من واقعیتش رو بخوام بگم، اتفاقی که افتاد اینه که ترک های من که توی رادیو جوان پخش شد واقعا برای من بازتاب خیلی چشمگیری نداشت به هیچ شکل، اصلا هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. اتفاقا من بعد از اون وقتی که دیگه قرار داد و باشون لغو کردم و ادامه ندادم، بعد از اون خیلی کارام گرفت، چون ادامه دادم همون راهی که خودم گرفته بودم. و اینکه خب طبیعتا بعد از این جریان من به نشستم که کلن اون چیزی که من توی موسیقی میخوام خیلی فراتر از این چیزاست که همه میبینن. خیلی ها هستن که مثلا پدرام تو خود میدونی، خیلی ها هستن موسیقی رو میخوان فقط برای پول در آوردن، فقط برای بیزنس کردن. نمیگیم این بده، نه بد نیست، اوکیه، ولی اینکه تو فقط بخوای برای پول در آوردن موسیقی کار کنی روح هنریت میره دیگه، تو هنرمند نیستی، تو بیزنسمنی بیشتر. میدونی من بیشتر دیدگاهم به موسیقی اینه که آینده سازی باید بکنیم، باید فرهنگ هنری کشورمونو یه کاری کنیم که از بنا قوی باشه، همینطور که بوده قبل از الان، بوده، خیلی بوده، قدمت هنریمون خیلی زیاده. من همیشه دوردست میبینم، چون فردای روز همه ما میمیریم، قرار نیست همیشه باشیم، قرار نیست پولمون همیشه باشه، اما چیزی که میمونه دقیقاً همون اثریه که تو گذاشت، اون آثاره. آره اون آثاریه که تو گذاشتی. دقیق. ساز زدنت خیلی خوبه، خیلی پنجه خوبی داری. پنجایی هم که ساختم و هنوز منتشر نکردم، ولی موقعی که منتشر کنم خیلی اتفاق خوبی میفته قطعا، چون که رو آهنگسازی هم خیلی کار کردم. از اونجایی که اکثر مخاطبای ما خب بیشتر رپ گوش میدن و طرفدار رپ هن و اینا، میخوای نظر تو راجع مارکت رپ هم به ما بگو. ببین مارکت رپ رو من بخوام خیلی صادقانه بگم اینه که مارکت رپ خیلی بهتر از مارکت یعنی موسیقی پاپ ما اومده بالاتر، به نظر من خیلی بهتر اومده بالاتر، چون الان کلا 4 تا نسل دیگه طبق چیزی که بسته‌بندی میشه 4 تا نسل الان اومدن بالا و واقعا هم تکامل داشته. منتها موسیقی ما الان پاپ و مثلا سنتی داره میره پایین، همینطوری اصلا با این مارکت و مافیایی که از همین در حال فرو ریختنه یه خورده، میدونی؟ اصلا خیلی جالب بود این سبک پاپ، از کلمه پاپیولر میاد دیگه. قبلا پاپ پاپیولر بود، الان رپ پاپیولره. دقیقا اکثریت رپ گوش میدن تا پاپ. ببین الارمین، راجب رپ به نظرت آیا دوست داری که وارد رپ، یعنی یه خورده رپ رو قاطی کارت بکنی یا نه میگه استایلم همینی که هست خوبه همینو میخوای بری جلو؟ من اتفاقا خیلی دوست دارم کار بکنم. اتفاقا من یه بار خواستم با عرفان پایدار یه خورده کانکشن، چند تا از مدلای کارهایی که ساختم بفرستم، چون راحت میشه اینا رو تلفیق داد. سبک مثلا فلامینکو رو با فلامینکو اصیل ایرانی رو میشه با اصلا من عاشق اینطور کارا، اصلا میمیرم برای اینطور کارا، ولی هنوز فعلا اتفاقی نیفتاده که مثلا پیشنهادی نشده یا کانکشنی فعلا نتونستم بزنم که این کار بکنم، ولی فکر کنم اگه این اتفاق بیفته خیلی جذاب بشه اتفاقا، خیلی. خیلی هم عالی. مرسی از اینکه اومدی توی ویدیوی ما. من تقریبا 6 ماه پیش برای به پدرام گفته بودم اینو، ولی دوستان بگم که بچه‌ها هم بدونن،
من 6 ماه پیش 7 ماه پیش بود آهنگ بیم یاس اومده بود بیرون، بعد من عاشقم ریاکشن بشم نگاه کنم. اولین ریاکشنی که دیدم ریاکشن شما بود، بعد توی اون ریاکشن پدرام یهو اون آخرا داغ میکنه کلا، اصلا سیم به سیم میشه چیز میکنه. بعد من گفتم این بنده خدا چرا انقدر چیز، چرا انقدر احساساتی شد و اینا. بعد نشستم همه ویدیوهاتون رو نگاه کردم، اصلا عاشق پدرام شدم. انقدر که این بشر انقدر جذاب، از رپ گرفته تا موسیقی مثلا محسن نامجو رو ریاکت رفتین تا نمیدونم شاهین نجفی این بر اون بر، اصلا از اونجا بعد گفتم من باید کانکت شم با پدرام. منو میگه آقا منو گفت دوستش داری اینجوری فایده نداره. بیا اگه راست میگی دوستش داره بیا یه خورد از اون موهاتو اهدا کن ما بریم بخوریم سر چش. راستی که تو چرا انقدر مو داری؟ هر چقدر من ندارم. والا نمیدونم دیگه، گذاشتیم بلند شه دیگه. مگر نه انشالله کچل میشیم بهت میخندیم میای تو تیم کچلا. آره میایم با ما ایرانی زیاد میشه. ببین کچل بشی شانست زیاد میشه. خب پس من کچل ببین مو کاشتیم ما بگا رفتیم. خدا رو به دور باشه. خدا راست میگم الان بگیم مو باشیم بگا رفتیم. پیج و کانال همه چی رفت. خیلی زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، اومدی تو کانالمون، این همه راه از کالیفرنیا تا اینجا اومدی. خب برای عکس مرسی که تا اینجا کار با ما بودید. کانال الارمینو سابسکرایب بکنید، پیجشو همه چیز زندگی نامه و سایز شورتشو همه چی رو گذاشتیم تو دیسکریپشن، برید اونجا حالشو ببرید. بعد ما رو هم سابسکرایب بکنید، پیج اینستاگرام ما و پیج یوتیوب جدید ما رو حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم الارمین، شکرم، دمت گرم، دوستتون داریم. خدافظ. خدافظ.